خانم ها آقایان، به برنامه نگره امروز جمعه 26 فوریه برابر با 7 بهمن 1390 خورشیدی خوش آمدید. من علی نیری، فیزیکدان نظری، استاد دانشگاه و مدیر اندیشگاه در شهر لس آنجلس هستم. عذر میخوام، به من گفتن امروز روز یک شنبه است، من اشتباه کردم. یک شنبه 26 فوریه. علت اینه که این رو با جمعه اشتباه کردم به خاطر اینکه داشتم به ساعت‌های بازپخش برنامه اشاره می‌کردم. برنامه این نگره به طور زنده یک شنبه ساعت 3 بعد پس از نیم روز به وقت لس آنجلس که برابر میشه با 2:30 بامداد دوشنبه ها در به وقت تهران پخش میشه. بازپخش برنامه ساعت 2:30 بامداد جمعه ها، 2:30 بامداد به وقت لس آنجلس هست و بازپخش اون روزهای جمعه یا آدینه 2 پس از نیم روز به وقت تهران هست که زمان مناسبی است برای دوستانی که در تهران برنامه های علمی نگره رو دنبال میکنن. همونطور که میدونید برنامه نگره برنامه در گستره دانش و خرد و ما در این برنامه و این برنامه ها تلاش داریم تا در زمینه دانش گستری و خرد ورزی بتونیم به سطح ارتقای فرهنگ عمومی جامعه فارسی زبانان کمک بکنیم. پیش از اینکه در مورد مبحث اصلی امروز برنامه با هم صحبت بکنیم، اجازه بدید اشاره‌ای داشته باشم به اینکه اگر شما علاقه‌مند هستید به آرشیو برنامه‌های ما دست پیدا بکنید، میتونید به صفحه فیسبوک برید، صفحه‌ای که در اونجا به همین منظور درست شده و به نام نگره، البته شما باید نگره رو به فارسی بنویسید. با زدن فشار دادن دکمه لایک به معنای دوست داشتن اون صفحه شما میتونید از محتویات اون صفحه با خبر بشید. در اون صفحه علاوه بر آرشیو برنامه‌های گذشته نگره، شما این امکان رو هم دارید که با مطالب علمی و فلسفی که بر روی این صفحه گذاشته میشه، چه توسط من و چه توسط دوستان متخصصین عزیزی که مهمان برنامه ما بودن و یا هستند و یا خواهند بود، آشنا بشید و بتونید اونجا به طور مستقیم با ما در ارتباط باشید. به هر حال ما تنها راه مستقیم تماسمون رو به صورت مکاتبه‌ای گذاشتیم، چون بر این باور هستیم که کسانی که می‌نویسن کمی بیش از اون کسانی که حرف می‌زنن فکر می‌کنن و قصد ما در اینجا این هست که بتونیم به اندیشیدن و به گسترش اندیشیدن در فرهنگ خودمون کمکی بکنیم، هرچند کوچک. اما پیش از اون که من مهمون اصلی برنامه رو معرفی بکنم، اجازه بدید که یک خبر علمی رو داشتم که دوست داشتم با شما مطرح کنم، چون خصوص در حوزه شاخه تخصصی من هست و همینطور به خاطر اینکه میتونه تا حدود خیلی زیادی مباحث علمی رو از غیر علمی تمیز بده، فکر کردم که بهتر باشه با شما صحبت کنم. اگر خاطرتون باشه در اوایل ماه سپتامبر سال گذشته و بعد از اون دو مرتبه در اوایل دسامبر خبری منتشر شد که در صدر اخبار قرار گرفت، نه تنها در صدر اخبار علمی بلکه در صدر اخبار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. دلیل اون هم این بود که اشاره شد که آزمایشی در مرکز تحقیقات هسته‌ای سرن در اروپا انجام شده که بر اساس این آزمایش ذرات کوچکی و ذرات بنیادین کوچکی رو به اسم نوترینو پیدا کردن که یک فاصله حدود 670 کیلومتری نزدیک 700 کیلومتر رو این نوترینوها که در خاک فرانسه به هم برخورد کرده بودن، تونسته بودن اونها رو در ایتالیا آشکارشون بکنن و مشاهدهشون بکنن و با توجه به اینکه طول این مسافت شناخته شده بود، خیلی حساب ساده ای هم داره. شما وقتی که فاصله رو بدونید و زمان اندازه‌گیری از زمان برخورد تا زمان آشکار شدنشون رو اندازه بگیرید، میتونید سرعت این هر جسمی رو، هر شیئی رو به دست بیارید. به همین ترتیب اینها این کار رو در مورد این نوترینوها انجام دادن و متوجه شده بودن که یک چیز
خیلی کوچکی در حدود 60 میلیاردیوم ثانیه زودتر از فوتون‌ها که ذرات حامل نور هستند به مقصد رسیدن. و این به این معنی بود که ما تونستیم در طبیعت ذراتی رو پیدا بکنیم که سریعتر از سرعت نور حرکت میکنن و به این ترتیب نظریه نسبیت اینشتین که اشاره میکنه ذرات جرمدار نمیتوانن با سرعتی بالای سرعت نور حرکت بکنند رو نقض میکنه. و به علت احتمالاً اگه بخوایم از دید روانشناختیش نگاه بکنیم به دلیل آوردن نام اینشتین در این ماجرا دنیا توجه خاصی به این خبر نشون داد که تئوری اینشتین نقض داره به نظر میرسه که داره نقض میشه و به همین دلیل لازم هست که به دنبال تئوری‌های جدیدی بود. البته مقالات زیادی در این زمینه نوشته شد که خیلی حدس می‌زدن که این مقالات بیشتر به درد سطل‌های آشغال بخوره به خاطر اینکه هنوز خیلی زود بود راجبش صحبت بکنیم که آیا همچین مشاهده‌ای واقعا یک مشاهده علمی دقیق هست یا نیست. ببینید در مورد علم دقیقا یک مسئله‌ای که وجود داره این هست که شما باید بتونید یک آزمایشی رو در شرایط نسبتا مشابه انجام بدید و نتایج نسبتا مشابه را ازش بگیرید و اون موقع میتونید بگید یک تئوری جدیدی رسیدید و یا یک پدیده واقعی رو کشف کردید. اگر شما پدیده ای رو یک بار مشاهده بکنید به هیچ وجه نمیشه از اون تصمیم گیری کرد که یک قانون جدیدی در طبیعت وجود داره و یا یک اصل مهمی در طبیعت هست یا اینکه شما توانستید که یکی از قوانین قبلی یا اصول قبلی نظریه های فیزیکی رو رد بکنید. دقیقا تفاوت علم با شبه علم و یا سیستم های باورمندانه در همین هست که شما وقتی که یک تئوری ارائه میدید، یک تئوری علمی ارائه میدید، این تئوری علمی شما تا زمانی خوب هست که آزمایشی اون رو نقض نکنه. بنابراین هیچ تئوری برای ابد ساخته نشده. تئوری ها اصلا این اساس علم تئوری ها در حال تغییرن، در حال بهتر شدن هستن، در حال تکمیل شدن هستن و شما هر شبی که به عنوان صاحب اون نظریه سرتون رو بر بالین میگذارید و آزمایشی نشون نداده باشه که تئوری شما غلطه، میتونید خوشحال باشید که نظریه شما یک روز دیگه هم دوام آورده. ولی به هر حال این به این معنی نیست که نظریه شما ابدی است و یک مسئله مقدسی است که شما هیچ وقت از اون نمیتونید تخطی بکنید. به همین ترتیب برای اینکه مشخص بشه آیا قانون نسبیت خاص اینشتین صحیح هست یا نیست، احتیاج بود که این آزمایش به این ترتیب دو مرتبه تکرار بشه. در علم حتی ما یک شرط دیگه هم داریم. بنابر اینکه آزمایشگر یک انسانه و میتونه خطاهای یکسان رو مرتب انجام بده، لازم هست که یک آزمایش توسط گروه های متفاوت در مکان های متفاوت انجام بپذیره. به همین ترتیب فقط دو جای دیگر امکان این رو داشتن که بتونن این مسئله را مورد بررسی قرار دادن که آیا این ذرات زیر اتمی یعنی نوترینو ها که ذرات بسیار پر انرژی هستن امکان این رو دارن که با سرعت بیش از سرعت نور حرکت بکنن یا نکنن. این دو محل دیگر یکی آزمایشگاه فرمی لب در نزدیکی شهر شیکاگو در حومه شهر شیکاگو بود و دیگری هم آزمایشگاه کامیاکانده در ژاپن که نزدیک همین نیروگاه اتمی فوکوشیمایی بود که داریم به سالگرد اون فاجعه سونامی ژاپن و آسیبی که به این نیروگاه رسید نزدیک میشیم. متاسفانه به دلت آسیبی که به نیروگاه اتمی فوکوشیما رسید و پخش مواد رادیواکتیو در اون منطقه، آزمایشگاه کامیوکانده که اساساً قرار هست که به آشکارسازی نوترینوها بپردازه از اون سال به بعد توقفاش رو این حدود یک سال که آزمایش‌هاش رو متوقف کرده و به همین دلیل ما نمیتونستیم از اون آزمایشگاه بخوایم که دو مرتبه کاری رو که در اروپا انجام داده بودن انجام بدن. اصولا آزمایشی با این وسعت با این میزان دقت احتیاج به برنامه ریزی مشخصی داره. به هر حال من خبر دارم که آزمایشگاه فرمی لب هم قرار هست که این آزمایش رو تکرار بکنه. اما
خود این گروه ایتالیایی و اروپایی که به نام اپرا هست، یکی از گروه هایی است که مستقل از اون گروه به اصطلاح مرکز تحقیقات هسته‌ای سرن در اروپا هستند و ال‌ای‌سی، فقط اونها از این برخورد ذرات استفاده میکنن برای به دست آوردن نوترینوها و تجزیه تحلیلی که راجع به نوترینوها میخوان بکنن. این آزمایش رو دو مرتبه در ماه دسامبر انجام دادن، یا نتیجهش رو حداقل اعلام کردن، و نتیجه اعلام میکرد که باز هم نشون میده که نوترینوها بالاتر از سرعت نور حرکت میکنن، و این یک مقدار باعث شده بود که مقدار تعداد بیشتری از فیزیکدانان حالا به این مسئله توجه بکنن. در بار اول اکثر فیزیکدانان، یعنی اکثر قریب اتفاق فیزیکدانان، توجه خاصی به این آزمایش نکرد و نظرشون این بود که این یک نوع خطای سیستماتیک و نه خطای آماری، به خاطر اینکه بسیار با دقت این کار انجام شده بود. یک نوع خطای سیستماتیک، یعنی یک نوع خطا در روش اندازه‌گیری انجام شده که به این نتیجه رسیده. البته اندیشه‌ها به هر جا و تصورات به هر جایی سر کشید، بسیاری از کسانی که به مسائل علمی تخیلی علاقه‌مندن بر این باور شدن که بسیار خوب، حالا اگه ما بتونیم بگیم که ذراتی میتونن بالاتر از سرعت نور حرکت کنن، پس در آینده میشه سفرهای فضایی رو انجام داد که در عرض چند روز انجام بشه، و یا حتی این رو بگیم که امکان این هست که ما بتونیم در زمان سفر کنیم، به زمانهای گذشته بریم، چون اینا همه جزء ملزومات نظریه نسبیت هست که اگر شما بخواید در زمان سفر کنید، احتیاج دارید به سرعتی بالای سرعت نور داشته باشید. ولی خب کسانی که بدبین بودن، و اصولا شما باید در علم شکاک باشید، به هر چیزی باید شک بکنید، هیچ چیزی رو نمیتونید باور بکنید تا زمانی که کنکاش بکنید و به اندازه کافی مدرک و شواهد داشته باشید، اویدنس در مورد یک مسئله وجود داشته باشه، نمیتونید بپذیرید. به این ترتیب کسانی که با شک به این مسئله نگاه میکردن، حتی بعد از بار دوم هم که نتایج آزمایش بیرون اومده بود، قانع نشدن و گفتن حالا که برای بار دوم این آزمایشگاه همون نتیجه رو کسب کرده، بیش از هر زمانی ما باید انتظار داشته باشیم که یک آزمایشگاه دیگری در جای دیگری با تقریبا شرایط مشابه این کار رو انجام بده و بتونه نتایج مشابهی رو بگیره. اما در سه‌شنبه هفته گذشته مشخص شد و کاشف به عمل آمد که متاسفانه فیزیکدانانی که درگیر این مسئله بودن، سهل‌انگاری‌های بسیاری داشتن و در واقع یکی از کابل‌های مربوط به سیستم جی پی اس که باید زمان رو به طرز بسیار بسیار دقیقی اندازه بگیره، جی پی اس که مخفف گلوبال پوزیشنینگ سیستم هست، یعنی موقعیت‌یاب جهانی شما، که اکثرا در خودروهای مدرنی که زیر پای مردم هست این روزها، ما این شرایط رو داریم که میتونیم موقعیت خودمون رو در هر کجای دنیا با مخابره به ماهواره اعلام بکنیم و شرایط ما رو مشخص بکنیم. بنابراین با موقعیتی که به وجود اومده بود، مشخص شد که به علت خوب متصل نبودن کابل جی پی اس، یک مقدار تأخیر زمانی، تایم دیلی در اندازه‌گیری زمان که به وجود اومده بود، چون گفتم شما برای اینکه سرعت رو به دست بیارین، فاصله رو که دارید زمان رو هم میسنجین و میتونید سرعت رو به دست بیارین. متوجه شده بودن که وقتی که این کابل به علت اینکه اتصال خوب نبوده، یک تأخیر زمانی در مخابره داده‌ها به وجود اومده بود که به این ترتیب باعث شده بود که این سرعت غلط رو بده و این تصور رو بده که نوترینوها بیش از سرعت نور حرکت میکنن. بنابراین نسبیت اینشتین درست هست، و یکی از خوبی های علم که با بقیه معرفت های انسان ها فرق میکنه، در همین نکته نهفته است که شما در علم نمیتونید سر کسی رو کلا بذارید در دراز مدت، و اخلاق علمی هم به شما میگه که باید صادقانه بیایید اشتباهاتتون رو بگین. خب ببخشید که مقدمه من یه مقدار طولانی شد. از اتاق فرمان به ما میگن که مهمان برنامه امروز ما دکتر علی مستشاری به ما ملحق شدن. دکتر علی مستشاری تا حالا چندین بار جزء برنامه های نگره بودن، و همینطور باید بگیم که از بنیانگذاران صفحه
ما در فیسبوک دکتر مستشاری بودن و سهم زیادی هم داشتن در اینکه مقالاتشون رو در اونجا بذارن و مطالبشون رو. تا حالا چندین بار با ایشون در مورد موضوعاتی که در تخصصشون هست صحبت کردیم. دکتر علی مستشاری دارای 3 مدرک کارشناسی ارشد هستند و دکتری خودشون رو هم در زمینه سیستم های فنی اجتماعی گرفتن و الان هم از دانشگاه فنی ماساچوست یا MIT و الان هم مرکز در مرکز سیستم های فنی اجتماعی در دانشگاه استیونز مدیریت اونجا رو به عهده دارن و استاد همون دانشگاه هستن. امروز هم با دکتر مستشاری در مورد مدل های ریاضی سیستم های فنی اجتماعی با هم صحبت خواهیم کرد و چالش های پیش رو. صحبت های پیشین دکتر مستشاری بسیار مورد توجه بینندگان گرامی قرار گرفته بود و از این جهت که یک نگاه نوین و مدرنی رو نسبت به کلان شهرها و دولت شهرها و به هر حال یک جامعه پیچیده داشتن. من از اتاق فنی فرمان خواهش میکنم از همکار گرامی اماد که لطف بکنن و دکتر مستشاری رو بر روی خط بیارن که اووردن. دکتر مستشاری در شرق آمریکا، بهتون سلام میگم، خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتید و برای یک بار دیگه هم در برنامه خودتون شرکت کردید. سلام دکتر نایری، خیلی ممنونم از دعوتتون و ممنون از اینکه در کنارتون هستم در امروز و عذر میخوام برای اینکه کمی تاخیر داشتم در اومدن و به شما پیوستم. خواهش میکنم. خب آقای دکتر، من بتونم قبلا عرض کردم که 2-3 برنامه قبلی که ما با هم داشتیم بسیار مورد توجه قرار گرفت و هفته گذشته که من در شهر تورانتو برنامه ای داشتم، بسیاری از دوستان که خیلی هم برای من واقعا شگفت‌آور بود به من نزدیک شدن و گفتن که بسیار از مشتاقان برنامه نگره هستن و در این میان چندین بار اسم شما برده شد و به برنامه شما اشاره شد و گفتن که از دکتر مستشاری دعوت نمی‌کنین. گفتم که ما از ایشون همیشه دوست داریم که بخوایم در برنامه شرکت کنیم ولی وقت ایشون پره. به هر صورت خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه هستین. اما ما با هم قبلا این بحث رو داشتیم که سیستم‌های پیچیده، سیستم‌های فنی اجتماعی رو در برنامه‌های گذشته تعریف کردیم. اما اگر شما موافقید آقای دکتر، قبل از اینکه به بحثی که امروز شما می‌خواید انجام بدیم بپردازیم، برای کسانی که شاید برای اولین بار باشه دارن با شما آشنا میشن و کار تخصصیتون، دوست دارین که یک مقدمه‌ای به طور مختصر در مورد کار تخصصیتون و کاری که در این رشته انجام میدید برای بینندگان گرامی بدین؟ دکتر مستشاری صدای منو دارین؟ امیدوارم که ارتباط ما قطع شد. اجازه بدید تا ارتباط وصل میشه. بله، من تا از اتاق فرمان لطف میکنن و ارتباط رو مجددا با دکتر مستشاری برقرار میکنن خدمتتون عرض کنم که خب مثل که دکتر مستشاری برگشتن. دکتر مستشاری سوال منو شنیدین شما؟ بله بله. پس اگه لطف بکنید یه مقدمه ای رو بگین و بعد بریم سر بحث اصلی امروز. 100%. اولا من فقط بگم که امروز من چیزی میخواستم در موردش صحبت بکنم مدل سازی یا شبیه سازی سیستم‌های اجتماعی پیچیده است، نه سیستم‌های فنی اجتماعی. ولی اول حالا یک توضیح در مورد سیستم‌های فنی اجتماعی میدم و بعدش میرم سراغ هم مسئله سیستم‌های اجتماعی. سیستم‌های فنی اجتماعی پیچیده به طور کلی سیستم‌هایی هستن که توش تکنولوژی وجود داره، یعنی یک سیستمی از عناصر تکنولوژیک وجود داره که در بطن یک سیستم پیچیده اجتماعی قرار دارن. به عنوان مثال یه سیستم حمل و نقل هم داره قسمت تکنولوژی هست که اتومبیل ها هستن، قطار و چیزایی که در واقع بخش فناوری قضیه هستن و این در با جامعه تعامل میکنه و اون بخشیه که بخش اجتماعی رو وارد میکنه. حالا وقتی ما میخوایم این سیستم ها رو طراحی بکنیم، فقط نکته این نیستش که قدرت موتور یک اتومبیل چقدره. وقتی میخوایم سیستم های مثلا ترافیک شهری رو طراحی بکنیم، به کلی هم بعد شبکه های هم رو نقل رو طراحی بکنیم، هم بعد نیازهای مردم رو توش در نظر بگیریم و اینا رو تو مدل سازیمون در نظر بگیریم و تو تحلیلمون و در واقع اینجور مسائل.
بنابراین سیستم‌های فنی اجتماعی سیستم‌هایی هستن که مردم باشون روزانه در رابطه هستن. مثلا شبکه معمولاً سیستم‌های بزرگ رو ما بهشون میگیم سیستم‌های فنی اجتماعی، مثلا شبکه خطوط هوایی آمریکا یا ایران، چیزایی مثل شبکه جاده‌های ایران و سیستم‌های حمل و نقل ایران، شبکه‌های کلان انرژی ایران یا کشورهای دیگه، شهرها به خاطر دوباره عناصر تکنولوژیکی که دارن، سیستم‌های مخابراتی بزرگ، در واقع سیستم‌هایی که شبکه‌ای هستن. در واقع دکتر یه جوری در واقع میشه گفت اداره مدرن کشور یعنی همون یک سیستم فنی اجتماعیه. بله بله، در واقع به طور کلی زمانی که شما دارین اداره میکنین سیستم‌های زیربنایی یک کشور رو، همیشه اون یه سیستم زیربنایی همه سیستم‌های فنی اجتماعی هستن. ولی اضافه بر اون چیزایی مثل فیسبوک به عنوان مثال، این هم یه سیستم فنی اجتماعیه، چون باز اون هم یک شبکه است. معنی شبکه‌های اجتماعی به طور کلی سیستم‌های فنی اجتماعی هستن، درش یک عنصر تکنولوژیک دارن که اون در واقع عنصر طراحی خود فیسبوکه، و یک عنصر انسانی دارن که آدم‌هایی هستن که اعضای مثلا فیسبوک هستن، و ما هر دو اینها رو در نظر میگیریم توی تحلیل اینجور سیستم ها. بحثی که امروز من میخواستم انجام بدم در مورد بیشتر در مورد سیستم های پیچیده اجتماعی هست، یعنی سیستم هایی که حالا لزوما قسمت تکنولوژیکش برای ما اونقدر مهم نیست، ولی پیش بینی این که در واقع سیستم های اجتماعی به چه صورت کار میکنن. و من ببخشید آقای دکتر یه سوالی دارم اینجا، مگه ما سیستم اجتماعی غیر پیچیده هم داریم؟ سیستم اجتماعی غیر پیچیده سوال خوبیه. سیستم های اجتماعی حیوانات خیلی پیچیده نیستن، یعنی اگر در واقع اون هم به صورت اجتماعی در نظر بگیریم، چون ما در واقع انسان رو داریم جدا میکنیم از بقیه مخلوقات به قول معروف، که حالا بحث مخلوقات منظورم واقعا به خلق بر نمیگره، به طور کلی نه، سیستم های اجتماعی معمولا پیچیده هستن. تفاوتش یه مقدار توی جوری که ما باش بحث میکنیم بیشتر در مسئله اشل سیستم هست. به عنوان مثال یه شرکت 5 نفره میزان پیچیدگیش خیلی کمتر از یک شرکت مثلا 15,000 نفر است. و ما وقتی داریم در مورد سیستم پیچیده اجتماعی صحبت میکنیم، معمولا یا داریم در مورد جنبش های اجتماعی صحبت میکنیم که خیلی بزرگن سایز از آز در واقع سایز و اینا، یا در مورد ملت ها داریم صحبت میکنیم، یا در مورد گروه هایی داریم صحبت میکنیم که گروه های فرهنگی، گروه های اجتماعی، گروه های کاری و اینجور چیزا، که معمولا اشل بزرگتر هستن. بنابراین وقتی که در این مورد صحبت میکنیم بیشتر قسمت پیچیدگیش از تعداد عناصر و تعامل پیچیده اینها حاصل میشه. خب پس در واقع میشه اینجوری خلاصش کرد که شما یک نگاه ریاضیاتی، یک نگاه مهندسی به سیستم های اجتماعی دارین. بله، در واقع شما علوم اجتماعی رو اگر در نظر بگیرید، کاری که علوم اجتماعی انجام میدن اینه که معمولاً به صورت کیفی و بعضی وقتا به صورت آماری به پدیده‌های اجتماعی نگاه میکنن، ولی نه به صورت سیستمیک. در واقع به پویش سیستم خیلی کاری ندارن، یعنی به دینامیک سیستم خیلی کاری ندارن، و اون بخشیش که در واقع خیلی علوم اجتماعی رو از علوم بودنشون باز میداره اینه که تئوری‌های مختلف اجتماعی تقریباً هیچ وقت ابطال نمیشن. یعنی ما هنوز تئوری‌های خیلی پایه‌ای داریم در مورد اینکه جامعه چطور کار می‌کنه، که اینا مال قرن 18 و 19 هستن و بر اساس اون داریم هنوز جلو می‌ریم و هیچ تئوری ابطال نمیشه، بلکه هر تئوری جدیدی که میاد در کنار تئوری‌های قدیم قرار می‌گیره. که این ناشی از همون پیچیدگی سیستمه دیگه. بله بله کاملا. یعنی علوم اجتماعی که از پایه‌های بحث اینه که موجود انسان اینقدر موجود پیچیده‌ای و جامعه اینقدر چیز پیچیده‌ای که قابل مدل کردن نیست و قابل تست کردن نیست. و چون قابل تست کردن نیست، تئوری هم ابطال پذیر نیستن. منتها اشکال ابطال ناپذیری اینه که همونطور که شما داشتین در مورد قسمت قبلی بحثتون در مورد سرعت نوترینا صحبت میکردین، اینه که ابطال ناپذیری در درون بحث خیلی خلط مبحث ایجاد میکنه، خیلی مشکلات ایجاد میکنه. دلیلش اینه که تقریبا آدم کسی که الان میره در واقع علوم سیاسی میخونه، کارش تقریبا 2 سال اول اینه که تمام تئوری آدم‌های مختلف رو بخونه و این تئوری‌ها بعضی وقتا با هم در تناقضن و هر کدوم بخشی از یک واقعیت رو دارن بیان میکنن، مثل اون مسئله فیلی که در واقع مولانا داره. ولی بعضی وقتا این فیل رو وقتی کنار هم میذاری تو این تئوری‌ها، موجود خیلی خارق‌العاده‌ای به وجود میاد که در واقع هم از یه طرف مثلا دهانش به صورت خرطومه، هم دهانش به صورت مثلا مثل دهان دایناسور هست. یعنی هیچ دوده با هم همخوانی نداره و ما میدونیم طبیعتا جامعه با وجود داشتن مقدار زیادی تضاد در درون خودش، به هر حال داره یه دینامیکی رو دنبال میکنه و اون دینامیک ما میخوایم بتونیم یک حسی نسبت بهش پیدا بکنیم. کاری که ما نمیخوایم انجام بدیم اینه که با ریاضی بخوایم پیچیدگی جامعه رو
تو چارچوبی بکاهیم که خودمون فکر بکنیم دیگه تونستیم جامعه رو مدل بکنیم. ببخشید آقای دکتر، بذارید من شما رو قطع کنم چون فکر می‌کنم یه مسئله مهمی رو شما دارین اشاره می‌کنید. یکی از کارهایی که معمولاً در علوم طبیعی انجام میدیم ماها این هست که به علت به حال پیچیدگی قضیه یک نگاه کاهشگرایانه داریم، ریداکشنیزم. که این خیلی هم به ما کمک کرده در پیشرفت علوم دقیق یا علوم طبیعی حالا، ولی به نظر میاد که این نگاه میتونه که ما رو کاملا به اشتباه ببره اگه بخوایم در مورد سیستم های اجتماعی باش راجبش به کار ببریم. درست میگم؟ کاملا. یعنی یکی از مسائلی که هست به خاطر همین علم سیستم به طور کلی مخالف آنالیزه، یعنی مخالف تحلیل تو اون چارچوب، این که در علوم دقیقه خیلی وقتا ما میام یک قسمتی از در واقع یک پدیده فیزیکی رو میگیریم، کوچیکش رو بررسی میکنیم چون قابل بررسی کردن تو آزمایشگاه، و بر اساس اون میان نظری پردازی میکنیم در مورد بقیه در واقع هستی. در مورد سیستم اجتماعی این کار نمیشه انجام داد، چون سیستم اجتماعی توی چارچوب خودش معنا داره. اگه ما بیایم 8 نفر آدم رو در یک اتاقی حبس بکنیم و تعامل اینها رو با هم بیایم مشاهده بکنیم، این لزوماً هیچ بیانگر اینکه تعامل اینها در جامعه واقعیشون در بطن جامعه واقعی با وجود عناصر محیطی چی خواهد بود به ما نمیده. دقیقاً. کاری که ما انجام میدیم توی در واقع علم سیستم، که میایم علم سیستم رو به مطالعه در واقع سیستم‌های اجتماعی روش کار می‌کنیم، اینه که میایم و تمام بینش‌هایی که از علوم اجتماعی حاصل شده رو در نظر می‌گیریم. یعنی ما اصلا اینطوری نیستش که بخوایم میایم بگیم که علوم اجتماعی دیگه جای خودشون رو ندارن و ما داریم جایگزین می‌کنیم علوم اجتماعی رو. علوم اجتماعی جای خودشون رو دارن و در واقع یک بینش خاص نسبتاً کیفی نسبت به جامعه به ما میدن. ما از اون بینش‌ها می‌خوایم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم یک توانایی پیش‌بینی رو هم در جامعه بذاره، در واقع در علم ایجاد بکنیم. یه دونه تلاشیه که حدوداً 30 سال پیش شروع شده، خیلی تلاش جدیدیه. علوم اجتماعی الان نزدیک 200-250 سال سابقه داره و اون چیزی که ما بهش میگیم کامپیوتیشنال اورگانایزیشنال ساینس یا کامپیوتیشنال سوشال ساینس، که در واقع علوم اجتماعی محاسباتی هستن، حدوداً 30 سال نیستش که سابقه داره. قسمت های اولش هم طبیعتاً همونطور که میتونید تصور کنین یک سری مهندس بودن که فکر میکردن که دلیل اینکه توی علوم اجتماعی در واقع دانشمندان علوم اجتماعی نمیتونن مدل کنن جامعه را، یا مهندس بودن یا فیزیکدان بودن، و کسانی که بودن که فکر میکردن اینا به خاطر اینکه خنگن، در واقع دانشمندان علوم اجتماعی خنگن که نمیتونن جامعه را مدل کنن، بنابراین ما اگر آدمای باهوش بیان و این کار انجام بدن این کار انجام پذیر. بخاطر همین خیلی مدل‌های محاسباتی خیلی کلانی که توش در واقع به طور اتمیستیک به انسان‌ها نگریسته میشه رو شروع کردن در واقع پیاده کردن. یه نکته که جالبه به هر حال صدق میکنه در مورد سیستم‌های اجتماعی کما اینکه در مورد فیزیک هم صدق میکنه، اینه که با وجود اینکه هر یک انسان موجود خیلی پیچیده‌ایه و فرض کنیم که هر یک انسان یک رفتاری رو از خودش میتونه داشته باشه که متفاوت و متمایز از رفتار هر انسان دیگریه، وقتی که از یه تعدادی بیشتر تعداد آدم ها زیادتر میشه، ما اون وقت رفتار جمعی رو داریم که یه مقداری قابل درکتر هست تا رفتار فردی. اون وقت آقای دکتر این رفتار اون موقعی که به اون تعداد میرسیم، چون درست هم گفتی در فیزیک هم ما همین مسئله رو داریم، اون موقع دیگه به شکل آماری مسائل رو بررسی میکنید دیگه. میشه، فقط یه تفاوت عمده وجود داره. حالا من برای اینکه در واقع شنونده ها ممکنه اصلا این نکته قسمت فیزیکش رو هم متوجه نباشن، به طور کلی وقتی که ما میخوایم یک ذره یک بشر رو نگاه کنیم، یک بشر به خودی خود خیلی پیچیده است. رفتار دو تا بشر، تمام کسانی که توی زوج هستن، زن و شوهر هستن، در رابطه طولانی مدت هستن، وقتی که خودشون رو آدم معمولا خیلی وقت آدم های عقلانی هستن، وقتی با هم دیگه میفتن رفتارهای خیلی عجیب غریبی ازشون به سر میزنه توی رابطه. فکر میکنم خیلی با این قضیه آشنایی دارن. این پیچیدگی زیادتر میشه وقتی دوباره نفر سوم یه بچه اضافه میشه، پیچیدگی از اونم بیشتر میشه. و جالبش اینه که مثلا ما چیزی که متوجه شدیم، باز میگم آقای دکتر، در واقع پیچیدگی هم به شکل خطی، یعنی زیاد نمیشه، کاملا غیر خطیه. ما در واقع از لحاظ فرمولی این چیزمون اینه که حسمون اینه که یه چیزی هولوهاشه و اینا بیشتر شهودیه تا بخواد اگزیماتی در واقع پایه‌ای باشه. این هستش که تا هفت نفر
پیچیدگیش رو به افزایشه به طور غیر خطی و بعد یه دفعه کاهش پیدا میکنه پیچیدگی. یعنی ما از 7 نفر بیشتر وقتی یه جمعی رو داریم، یه تیم بزرگتر از 7 نفر، معمولا یه دفعه به 2 رفتار یا 3 رفتار کاهش پیدا میکنه. یعنی آدما خیلی سریع خودشونو تو گروه بندی میکنن. مثلا یکی از مطالعات سیستم که چیز جالبیه این مسئله است و این باعث میشه که ما بتونیم یه مقداری دانش بیشتری نسبت به چیز داشته باشیم، دانش بیشتری نسبت به در واقع جهان داشته باشیم، تا اونی که میشد اگر میخواستیم فکر بکنیم 6 میلیارد نفر آدم داریم و 6 میلیارد رفتار مختلف اینها دارن. بنابراین به جای این که ما 6 میلیارد نفر آدم داشته باشیم یک رفتار داشته باشن، یا 6 میلیارد نفر داشته باشیم یا 6 میلیارد رفتار داشته باشن، در 6 میلیارد نفر آدم ممکنه ما بتونیم به 7 8 9 رفتار مختلف بسته به در واقع متن و بطن کل سوالی که داریم بتونیم رفتارها رو تقسیم بندی بکنیم. منظورتون از رفتارها اینجا رفتارهای فردی است یا رفتارهای جمعی اجتماعی. است؟ رفتارهای جمعی اجتماعی. به عنوان مثال این مسئله، این که چیزایی که مثلا مورد علاقه ما هست اینه که رفتارهای مردم مثلا در محیط‌های شهری، رفتارهای مردم در جنبش‌های اجتماعی، تمام اینا قابل یه مقدار قابل تخمین زدن‌تره وقتی تعداد از یه حدی بیشتر میشه. به عنوان مثال ما مدل‌هایی داریم، مدل‌های ریاضی داریم که میتونیم باهاش مشخص بکنیم که اگر زلزله در یک جای صورت بگیره مردم به چه صورتی میتونن فرار بکنن و چند نوع رفتار از خودشون نشون میدن، یا بر اساس بعضی وقتا بر اساس فرهنگ چطور متفاوته این رفتارها. اینا رو میشه یه مقداری مدل سازی کرد و این قسمتیه که جالبه، به خاطر اینکه مثلا برای بعد از سوانح طبیعی اگر آدم یه حسی داشته باشه نسبت به اینکه مردم چه رفتاری خواهند کرد وقتی دچار اون سانحه میشه یک جایی، خیلی راحت‌تر میشه روش‌هایی رو به کار برد که بازسازی و بازیابی و کمک رسانی به این مناطق رو آدم بهبود ببخشه. اضافه بر این، در واقع یکی از تحقیقات فعال ما روی مسئله سیستم‌های اجتماعیه و درک اینکه یک سیستم اجتماعی چه زمانی به اهدافش میتونه برسه، چه زمانی میتونه موفق بشه، در چه شرایطی موفقیت حاصل نمیشه توش، و همینطور در مورد ساختار سیاسی. یعنی میشه در واقع نگاه کرد که تحت چه شرایطی چه ساختار سیاسی پایداره، تحت چه شرایطی ساختار سیاسی پایدار نیست، و اینا رو میشه مدل سازی ریاضی کرد به جای اینکه آدم بشینه صحبت بکنه به این که این مثلا سوریه دولتش پایدار هست پایدار نیست، این اتفاق بیفته چی میشه. مثلا در مورد علوم اجتماعی تقریبا مثلا صدها یا هزاران مقاله نوشته میشه که چه اتفاقی مثلا ممکنه در سوریه بیفته، در مثلا لیبی بیفته، در جاهای دیگه بیفته، در صورتی که خیلی وقتا هستش که نکته این که آدم باید بفهمه فرضهایی که آدم‌ها دارن در مورد که این تغییرات چه جوری ایجاد میشه یا دینامیک این تغییرات اجتماعی به چه صورته، هیچ مدلی براش دقیق مشخص نیست که کسی که داره این حرفو میزنه بر چه مبنای منطقی داره این کارو میکنه و تحت چه شرایطی این رژیم رفتاری آدم‌ها عوض میشه. یعنی در چه شرایطی انسان‌ها رفتارشون رو رفتار جمعیشون رو تغییر میدن. این هستش که در واقع ما مدل سازی سیستم‌های اجتماعی برای ما مهم میشه. این یه دونه در واقع قسمتی از دانش بشریه که هنوز در کودکیش به سر میبره. یعنی توانایی پیش بینی ما نسبتاً خیلی محدوده به خاطر اینکه فقط واقعا 30 سال وقت داشتیم برای اینکه تو این مسئله رشد کنیم، ولی همین الانش داریم به چهار جاهای جالب میرسیم. یعنی همین الانش یه امکاناتی وجود داره برای پیش بینی ها که در واقع در گذشته دورتر وجود نداشت و یه مقدارش به خاطر قدرت های کامپیوترها هست که میشه مقدار زیادی داده رو به دادهای خیلی خیلی زیاد اجتماعی رو به کامپیوتر داد. به عنوان مثال اتفاقات اقتصادی، اتفاقات اجتماعی، اتفاقات زیست محیطی، همه اینا رو به کامپیوتر داد و کامپیوتر از بین اینا یک الگو رو استخراج بکنه که بتونه باهاش پیش بینی بکنه در آینده ممکنه چه اتفاقی بیفته. نه اینکه در واقع اتفاق دقیق چه خواهد بود، بلکه بازه اتفاقاتی که ممکنه بیفته بر اساس احتمالات چگونه خواهد بود. ببخشید آقای دکتر، من میدونم ممکنه این یه مقدار بحث رو تو یک سطح دیگه‌ای ببره، ولی میخواستم بدونم که در کارهای شما چقدر از نظریه بازی گیم تیوری استفاده میکنین در مثلا پیشبینی های مدلای اجتماعی که باید انجام بدین؟ استفاده میکنیم اونطور خیلی با احتیاط. اصلا ما کلن کار مدل سازی سیستم های اجتماعی رو با مقدار عظیمی احتیاط انجام میدیم. یعنی اولا پس بسیار محافظه کارانه شما در واقع در این بسیار
و اصلا روی یافته هامون هم خیلی خیلی با احتیاط بحث میکنیم. یعنی تمام یافته های ما پشتش بیشتر یک علامت سوال داره تا یک نقطه، یعنی یک چیز گزاره مطمئنی نیستش که ما بیان بگیم که در واقع سیستم های اجتماعی این گونه هستن یا اون گونه هستن. ما داریم میگیم به نظر میرسه که همچین دینامیکای وجود داره در اون سیستم ها، اون وقت ما منتظر میشیم که اطلاعات بیشتر، داده های بیشتر پیدا کنیم که ببینیم که آیا این در واقع فرضیه که داریم قابل پوشش هست و حمایت هست و قابل در واقع تقویت هست یا نه. و به خاطر همین سعی می‌کنیم روش علمی رو در این مورد به کار ببریم. منتها فرقش اینه که چون داده‌های اجتماعی خیلی سخت قابل کنترل هستن، ما از یک در واقع روشی به اسم grounded theory استفاده می‌کنیم که grounded theory یا در واقع نگره مثلا چیز کاربردی اگه میخوایم اسمشو بذاریم، میاد اتفاق اجتماعی رو قبل از اینکه تئوری بسازه و بعد بعدم به جامعه کاربردش رو در جامعه نگاه بکنه ببینه صرف میکنه یا نه، میاد و جامعه رو نگاه میکنه و سعی میکنه که الگو استخراج کنه بر اساس اون الگو تئوری رو بسازه و بعد اون وقت اون تئوری که ساخته رو در طی زمان با داده های بیشتری که داره میگیره بهبود ببخشه، که این بیشتر همون نوع دانش در واقع چیز هست، دانش امپریکال هست یا دانش آزمونی تجربی. آزمونی در واقع تئوری ها و تئوری های تجربی هست در مورد جامعه، چون جامعه رو واقعا نمیشه جدا از واقعیتش به هیچ وجهی تحلیل کرد. من آقای دکتر یک لحظه شما رو قطع کنم، عذر میخوام. برای اینکه شما به مسئله اشاره کردید که میخواستم یه مقدار اینو برای بینندگان گرامی هم برنامه مشخص بکنم، و اونم این بود که شما اشاره کردید در سیستم‌های اجتماعی کنترل اون طوری کنترل ندارید روی پارامترهایی که توی سیستم هست که در روش علمی بعد انجام داد. من فقط میخواستم اینو توی پرانتز بگم که در روش علمی که شما یک آزمایش رو انجام میدید، پارامترهای مختلفی که اون نگره یا نظریه داره پیش بینی میکنه برای اینکه بتونیم اون نظریه رو به محک آزمون بگذارید، اون پارامترهای مختلف رو شما میتونید در علوم دقیقه اینجوره در دست خودتون هست که از اون 5 تا 3 تاشو کنترل میکنید، 2 تاشو تغییر میدید برای اینکه ببینید به چه ترتیبی تغییرات توی سیستم اثر میکنه و آیا با پیش بینی های تئوری یا نگره میخونه یا نه. و به نظر میاد که به علت پیچیدگی کار ما این کنترل رو روی پارامترها در سیستم‌های اجتماعی نداریم، یا اگه داریم بسیار اندکه. نه فقط اون، یه سری مسائل پیچیده کننده بیشتری هم داریم در این زمینه، و اون اینه که به عنوان مثال به خاطر تغییرات اجتماعی قوانین حاکم بر جامعه هم شروع میکنه به عوض شدن. ببینیم قانون گرانش در، یعنی گرانش در بالا غیر از زمان کاری نداره. آره، حداقل در بازه زمانی که بهش نگاه میشه به زمان کاری نداره. یعنی ما میتونیم که در واقع فرض بکنیم، حداقل حالا الان با من توی پام رو میذارم در رشته شما، ولی میتونیم فرض بکنیم با یک تقریب خوبی که روابط بین اجسام مختلف ثابت میمونه در طی زمان و تغییر نمیکنه. ولی چیزی که جالبه اینه که مثلا یکی از مشکلاتی که با یه سری مدل‌های مکانیکی قرن 19 برای سیستم‌های اجتماعی وجود داره، مثلا کارهای مارکس یا کارهای وبر، اینا کارهایی بودن که خیلی کارهای ارزشمند بزرگی بودن. یعنی مثلا مارکس احتمالاً یکی از بزرگترین در واقع جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی هستش که ما داریم. احتمالاً دکتر مارکس اولین کسی نبود که اصلا واژه علم رو برای مسائل اجتماعی به کار علوم اجتماعی رو برای اولین بار اون به کار برد. بسیار آدم باهوشی بود برای زمان خودش، ولی مثل این میدونه که در واقع ما مثلا دالتون، تئوری در واقع دیدگاه اتمی دالتون خب طبیعتا پایه علم بوده، ولی الان دیدگاه غالب علم نیست. اشکال این در واقع ساختار اجتماعی اینه که ما از اون هیچ وقت جلو نمیریم، یعنی قابل ساختن نیست، قابل انقراض در واقع ابطال پذیری چون نداره یکم مشکل ایجاد میشه. این مثلا در زمانی که مارکس میاد بررسی میکنه ساختار سرمایه‌داری رو در اروپای غربی، سرمایه‌داری یه معنی خاصی داشته و یک روابط تو تولید خیلی مشخصی بوده، بر اون اساس میاد اون رو نگاه میکنه، ضعف‌هاش رو نگاه میکنه و بعد میاد یک تئوری میده که در این در واقع سیستم چطور خودش رو ممکنه از بین ببره. و این نگرشش به هر حال همین امروز هم یک سری قسمتاش احتمالاً هنوز کاربرد داره، ولی واقعیتش اینه که یه دفعه روش تولید از این جهت تغییر میکنه که توی دیدگاه مثلا کسی مثل مارکس ابزار تولید خیلی وقتا چیزای مکانیکی هن. یعنی در واقع در اون زمان
این آدم کار در کارخانه نخریسی منظورش مثلا ماشینالات نخریسیه تو اون چارچوب داره فکر میکنه. چیزی مثل دانش بشری الان مثلا ما بیشتر اقتصادمون داره میره به سمتی که یه چیزی مثل فیسبوک ممکنه تولید اقتصادی باشه. دقیقاً. و از اون جهت خیلی قابل تعیین نیستش که در واقع این رشد اقتصادی چگونه صورت میگیره با وجودی که ماتریال محدوده. بعد رشد تکنولوژی که دفعه روابط تکنولوژیک رو تغییر میده. یعنی در واقع مارکس خیلی از بحثاش مثلا روی محدودیت منابع طبیعیه که حرف درستیه، منتها اشکالش اینه که خب ما در طی زمان مثلا از 20 سال پیش تا الان فرآیندهای صنعتیمون شاید مثلا 80-90% انرژی کمتر مصرف میکنن بعضیشون. نه همشون، ولی بعضیشون خیلی انرژی کمتر مصرف میکنن. یعنی اگر در از یک سال قبلا یک منبع انرژی رو تموم میکردن، الان ممکنه در از 10 سال تموم بکنن. و هر چی زمان جلوتر میره ممکنه این باز بیشتر بیشتر بشه، به طوری که ما بتونیم اینو هی کشش بدیم. و این از این نکته هست که در واقع یکم داره تغییر میده روابط اجتماعی رو، روابط فنی، روابط تکنولوژیک رو، ولی حتی روابط انسانی هم تغییر میکنه. یعنی در یک زمانی فرض کنید در روابط اجتماعی در یک زمانی هستش که در جامعه غرب اقتصاد حرف اول رو میزنه و پایه جامعه اقتصاده، و در اون زمانی که مثلا جامعه شناسا میان و میگن خب مثلا چه میدونم پدیده به اسم مذهب یه چیزی باید باشه که احتمالاً به اقتصاد یه ربطی داره و جداگانه براش هیچ هویت جداگانه و مستقل قائل نمیشن. ولی اون وقت میرسیم به یه چارچوبی از تاریخ که تو من هر جور که میخوام توضیح بدیم مذهب یک چیز روبناییه، یعنی ربطی نداره، به خودش به خودی خود هویت نداره، یه قسمتی از طبیعت بشری رو نادیده گرفتیم. یعنی نیومدیم ببینیم خب مثلا مذهب به عنوان نیروی اجتماعی میتونه در یک جایی رشدش خیلی زیاد بشه و بعد از اینکه حالا فرض کنیم در طی زمان حالا قرون وسطا یا بعد از اون در زمان روشنگری یک عقب نشینی کرده، دوباره میتونه پاش رو جلو بذاره، به خاطر اینکه شاید حالا مثلا اون قولهایی که در دوره مدرن مثلا علم داده بود یا علم هم نداده بود، مردم انتظار داشتن از علم که در واقع نیازهای روحانیشون هم برآورده بشه، اونا برآورده نشده و مردم نیازها رو دارن. بنابراین وقتی یه دفعه در یک زمانی در روابط اجتماعی مذهب اهمیت خاصی نداشته و ما فکر کردیم که اون دوره‌ای که مذهب اهمیت خاصی داشته رو پشت سر گذاشتیم، تا بعد دوباره می‌بینیم که نه، مثلا در حال حاضر شما مثلا می‌بینید که در افغانستان مثلا یک تعداد قرآن به آتیش کشیده شده که حالا کار بسیار زشتی بوده، ولی یک دفعه مردم حاضرن سرش برن کشته بشن. این دیگه واقعا بحث اقتصادی نیست، یعنی بحث باورهای مردم، مقدسات مردم و چیزهای شبیه این. در واقع آقای دکتر، یه بحث مهمی رو که تو این بحث داره فراموش میشه، یعنی بحثی که شما داشتید میگفتید که دوستانی که فقط میخوان این رو به مسائل اقتصادی ربط بدن، همونطور که به درستی گفتید مسائل روانشناختیش و کارکرد مغز انسان و رابطهش با محیط اطراف، بنابراین احتمالاً اون هم یک نگاه کاهش‌گرایانه یا تقلیل‌گرایانه نسبت به مسئله مذهب. خیلی به نکته اساسی اشاره کردید دکتر مستشاری، به خاطر اینکه درسته که حالا شما اسم افغانستان رو بردید، ولی این من حالا اسمش رو میذارم نو مذهب گرایی، یعنی یک جوری دو مرتبه بازگشت به مذهب رو شما حتی در کشورهای اروپایی و از همه بدتر در خود آمریکا هم میتونید ببینید. بدون شک، بدون شک. نه، من منظورم افغانستان نه، من منظورم دیگه کیس در اون مورد خیلی واضحه، زمانی که آدم حاضرن کشته بشن برای یک چیزی که در واقع شاید به نظر شما بیاد که مثلا چه نهاره کتاب سوزونده شده، ولی خب اون کتاب جز مقدسات مردمه. این نه به ارزش اقتصادی اون کتاب برمیگرده، نه به هیچ چیزی، به باورهای مردم برمیگرده و مقدسات مردم، و باید به اونا احترام گذاشت. و یکی از کلن ایرادهایی که علوم اجتماعی در گذشته داشته، اتفاقا این نکته ایه که شما الان اشاره کردین بهش، و اونی که انسان رو کامل در نظر میگیره. یعنی چون میخواد به طور اتم باش رفتار بکنه و اتم یه چیز کاملیه در درون خودش، سعی میکنه شبیه سازی بکنه یک انسان ایدئال رو، و بعد بیاد بگیره انسان که ایدئاله خواسته هاش اینه، اینجور رفتار میکنه. حالا ما چیزی که الان ما توی مدل کردن سیستم‌های اجتماعی بهش میرسیم اینه که اتفاقا شما پرسیدین آیا شما، ما در واقع تئوری بازی یا گیم تئوری رو توی کارامون استفاده میکنیم یا نه؟ خیلی با دقت، و دلیلش هم اینه که گیم تئوری فرض میکنه که انسان ها همه عقلانی انتخاب میکنن، و فرض میکنه که انسان ها میدونن که رفت یک واکنش نشون بدن نتیجه اون واکنش چه خواهد بود. یعنی انسان ها معمولا اصلا این تقریبا نقص شده، یعنی از 1930 به بعد مقدار سایمون یک در واقع یک مجموعه مطالعاتی کرده که نشون داده که حتی عقلانیت بشر یک عقلانیت محدوده بر اساس پیشینه ذهنیش و بر اساس اطلاعات موجوده براش که بخواد انتخاب بکنه. مثلا خیلی وقتا هستش که
خیلی جالبه برای من چون خیلی به صورت شاید غیر احساسی نگاه میکنم به بعضی از پدیده‌های اقتصادی بر پدیده‌های سیاسی. فرض کنید که خیلی ها مثلا پیش خودشون با دوستان که صحبت میکنم خیلی ها میگن مثلا چه میدونم آقای خامنه‌ای در ایران چرا اینجوری رفتار میکنن، این که منطقی نیست. این بر اساس اینه که الان اون آدم نشسته تمام اطلاعاتی که مردم تو فیسبوک دارن و داره با همون ذهنیت اونا داره نگاه میکنه یا در مورد تمام اتفاقات و متوجهه که داره کشتی مثلا نظام جمهوری اسلامی میره زیر آب و به خاطر این چرا این رفتاری رو داره. این واقعا اینقدر و اون وقت میان در واقع خباثت به آدم نسبت میدن، ولی مستقل از خوبی و بدی آدم ها اصلا آدم ها با اطلاعات ناقص مجبورن، همه آدم ها فارغ از نیتشون هم با اطلاعات ناقص تصمیم گیری میکنن، هم با اطلاعات ناقص قضاوت میکنن، هم با پیشینه ذهنی که دارن به دنیا نگاه میکنن. و ما اینا رو هیچ و همیشه چون به صورت خیلی کامل در نظر میگیریم، هر انسانی ناخودآگاه خودش رو فرافکنی میکنه رو انسانهای دیگه و فرض میکنه اون آدم ها میدونن همون چیزایی که این انسان میدونه یا همون جور به دنیا نگاه میکنن و از روی قصد یه جور خاصی رفتار میکنن. بنابراین اون نوع گیم تیوری که میاد در واقع عقلانیت متقابل رو برای دو تا مجموعه قائل میشه، یعنی در هر دو طرف فرض میکنه یک نوع عقل سلیمی وجود داره در صورتی که الزاماً اینجور نیست. عقل سلیم هم وجود داشته باشه اطلاعات کامل نیست، یعنی هیچ وقت اطلاعات کامل نیست، شما همیشه باید تصمیم گیریاتون رو در اطلاعات ناقص انجام بدید. خب این یه مشکلی رو به وجود میاره، الان شاید یه مقدار از بحث داریم دور میشیم، ولی بخاطر اینکه مسئله مهمیه و مسائل روزم هست. این نشون میده که به خصوص کشورهای غربی که از فرهنگ‌های شرقی یک دریافت بسیار بسیار سطحی و بدون ژرف و عمقی دارن، احتمالاً تمام حالا پیشبینی‌هایی که در مورد به خصوص هم بر اساس همین نگره بازی نظری بازی انجام میدن درست نیست، به علت اینکه ژرفای اون فرهنگ رو نمی‌شناسن کاملا. ببینید من یه چیزی هست الان میخوام بگم، واقعا به نظر من میاد که به طور خاص مخصوصا مثلا یک قسمت خیلی جالب در مورد دیدگاه غربی نسبت به تصمیم گیری اینه که همه چیز رو به عقلانیت یا رشنالیتی نسبت میدن، در صورتی که ما الان چیز خیلی مهمی که میدونیم اینه که در واقع همه انتخابایی که انسان ها میکنن تهش بالا پایین کردن رو با عقلانیت انجام میدن ولی تصمیم نهایی رو با احساساتشون میگیرن. و این نکته اینه که کشورهای شرقی به طور کلی نقش احساسات تو تصمیم گیریشون خیلی قوی تر از کشور غربی، یعنی به طور کلی نوع نگرش جامعه در واقع شرق خیلی بیشتر احساسیه، مخصوصا در اون چیزی که بهش میگن شرق نزدیک، یعنی در منطقه ما در منطقه خاورمیانه محاسبات مردم خیلی خیلی متفاوته. ببینیم مثلا محاسباتی که اگر شما حتی چیزای پایه‌ای رو در نظر بگیریم، مثل اینکه توی غرب دیدگاه غالب مثلا ضرب المثل ها رو اگر خرد جمعی یک کشور در نظر بگیریم، توی انگلیسی دیدگاه اینه که if you can't beat them join them، اگر نمیتونی کسی رو شکست بدی بهش بپیوند، یعنی در واقع بیا و همراه کسی بشو که قدرتمنده. و این ذهنیتی که غربی ها توی تمام کاراشون به کار بردن، یعنی خیلی وقتا سعی کردن با زور زیاد به کار بردن آدم ها رو به سلطه زیر سلطه خودشون در بیارن. در طرف ما عکس اینو داریم، ما فرهنگ شهادت طلبی فرهنگ غالبه، یعنی مسئله اینه که 72 نفر بیان برن در مقابل 10000 نفر 100000 نفر آدم وایسن و بجنگن، با وجود اینکه خب معلومه حتما شکست میخورن، یعنی مسئله هیهات من نزله یا چیزایی که تو چارچوب اینه که شرافت آدم، کرامت نفس آدم، تمام اینجور چیزا خیلی مهمتر از موفقیته، این خیلی متفاوته. ببینید مثلا در دیدگاه گروه های شرقی، یا اگه گروه های فرض کنید حالا انتحاری شرقی در نظر بگیرید، اصلا تصور حمله انتحاری برای غربی بی‌معناست، در اینکه این آدم داره جون خودش رو که تنها چیزی که داره از دست میده. هدفی که تو اون گیم تیوری اون آدم داره اینه که بیشترین آسیب رو برسونه به کسی که بیشترین آسیب رو به مقدساتش رسونده، یعنی به احساساتش رسونده. مقدسات یعنی احساسات. حالا اصلا ماتریال نیست. و شما فرض بکنید شرق و غرب دارن با این تعامل، یکی داره به عراق هم نمی کنه، یکی داره مذاکره می کنه، متوجه میشین چرا این کار نمی کنه؟ یعنی در واقع اولین چیزی که غربی ها مثلا می خواهد مذاکره هسته‌ای با ایران بکنن، میان هی رو تعداد سانتریفیوژ و همش عدد و رقم و اینجور چیزا حرف می زنن
در صورتی که ممکنه مثلا دولت ایران براش چیزی که مهم باشه اینه مثلا اینا بگن آقا ما شما رو خیلی قبول داریم، کارتون خیلی درسته. دقیقاً، یعنی این بارها هم گفتن که اعلام کنید، حتی در این چیزی که آقای، حالا ببخشید داریم وارد مسائل روز میشیم ولی بعدن نیست، آقای سلطانیه گفتن که گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وضوح داره میگه که ما چقدر پیشرفت علمی کردیم. یعنی به نظر من میاد یک نوع عقده حقارتی که فقط ما با توسط غربی‌ها شناخته بشیم که ما چقدر پیشرفت علمی کردیم. حالا من دارم میگم ما توی مدل کردن سیستم‌های اجتماعی چون انسان رو کامل در نظر نمیگیریم، میام این مسئله رو در نظر میگیریم توی تصمیم‌گیری‌ها. یعنی این چیزی که میگن چرا حالا نظام دیکتاتوری خوب نیست، نظام دموکراسی شاید خوبه، نکتهش اصلا به خاطر ساختار نظام یا مثلا هیچ چیز دیگه نیست جز این که تو ساختار دیکتاتوری جریان اطلاعات همیشه فیلتر شده و محدوده. یعنی در واقع کم مطلع ترین آدم از یک جامعه دیکتاتور اون جامعه است. و دلیلش اینه که سابقه تاریخی نشون داره دقیقاً اینو. آره، تنها ترین آدم جامعه است. یعنی کسیه که دور تا دورش رو آدمای متملق میگیرن و اون اخباری رو بهش میدن که میخواد بشنوه. و این نکته‌ایه که اتفاقاً خیلی جالبه به خاطر اینکه تصویری که اون آدم تنها، کسی مثل استالین، کسی مثل فرض کنین که هیتلر، کسی مثل آقای خامنه‌ای یا آقای خامنه‌ای یا آدمای دیگه دارن، تصویری یا حتی مثلا پینوشه، آدم های دیگه، یعنی کسانی که توی ساختارهای قدرت گراه هستن و تو ساختارهای دیکتاتوری هستن، اینا کسانی هستن که واقعا اگر کنار من و شما میشستن ممکن بود با تو گفتگو خیلی چیزا حالا حسشون عوض بشه، ولی آدم هایی که اطرافشونن طبیعتا خودشون آدم هایی رو انتخاب میکنن در اطرافشون که مدل ذهنی خودشون رو تایید بکنن. باید در نظر بگین که اون وقت اون آدم هایی هم که اطرافشون هم میرن آدم های اطرافشون رو جوری تعریف میکنن که آدم ها دوباره همون ساختار رو مدل آبشاری همینجور تا سطوح پایین جامعه خواهد اومد به هم میشه. دقیقا، و اتفاق که میفته اینه که تمام آدم هایی که متخصصن، تمام آدم هایی که توانمندن، تمام آدم هایی که میتونن نقد داشته باشن رو نظام و بازخور بدن به یک سیستم، اونا حذف میشن. و در اون زمانی که شما میبینی یه سیستمی شروع میکنه یه جورای عجیب غریبی رفتار میکنه که ما اون وقت میایم برایش یه تئوری توتئه میچینیم که چرا یه سیستم اینجوری رفتار میکنه. مثلا بعد از اینکه یه مدتی در واقع این قضیه مقوایی شدن آقای خمینی، من مقدار زیادی تئوری در مورد اینکه چرا آقای خمینی مقوایی شده شنیدم، ولی اولین چیزی که به ذهنم رسید اینه که این نظام به طور کلی خرد جمعیشو از دست داده به خاطر اینکه اون مقدار عظیم از عناصر خودش رو که یک کمی رو این جور چیزا کنترل میکردن رو از دست داده. یا مثلا کارهای عجیب غریب خیلی زیاد انجام میشه، یعنی اتفاقاتی که الان مثلا تو تایلند افتاده یا جاهای دیگه میفته اینا کارهای خیلی آماتوریه و این نظام قبلا خیلی نظام نسبتاً پیچیده‌ای بوده و به خاطر مردم فقط الان موندن چطور ممکنه این نظام همون نظام استبدادی که قبلا میشناختن که اینقدر پیچیده بوده الان اینقدر ساده شده، یا اینقدر داره حرکت‌های عجیب انجام میده، حرکت‌های ساده لوحانه. این زمانیه که در واقع این نظام بازخور خودش رو قطع کرده و حتی در درون خودش دیگه حتی اون عناصری که یک کمی توش عقلانیت داشتن رو از بین برده. مثلا فرض کنید که اساتید دانشگاه صنعتی شریف در زمانی که من دانشگاه و دانشجو بودم اونجا همشون تقریبا گزینش می‌شدن، یعنی آدمی که مخالف نظام باشه هرگز تقریبا جا نداشت توی دانشگاه صنعتی شریف، همونا رو هم دارن اخراج میکنن، اونایشون که یک کمی شعورمندترن و جایگزینشون دارن بچهای جوانی میکنن که تو دانشگاه امام حسین دکترا گرفتن یا چیزای دیگه اینجوری. به هر حال میدونید که یکی از، حالا من ترجیح میدم اسم نیارم، یکی از اساتید یک نامه سرگشاده ای هم در وبسایتش نوشته بود که دانشگاه‌ها دارن در واقع به باشگاه مداحان تبدیل میشن دیگه. بله، و نکته سر اینه که هر چقدر این فرآیند بیشتر اتفاق میفته ارزش بازخورد کمتر میشه و آدمهایی که سالمترن توی اون نظام خار بیشتری میشن تو چشم اون نظام و اون نظام اونا رو بیشتر خارج میکنه از خودش تا به این نقطه میرسه که یک نظام وقت میمونه فقط با قدرت ارعابش. ببینیم تو سیستم اجتماعی ما میخوایم مثلا پایداری نظام سیاسی رو مدل بکنیم، سه تا مبنا داره پایداری، چطور یک رژیم سیاسی چطور پایدار میمونه. پایه‌ای ترین چیزی که یک رژیم سیاسی رو پایدار میکنه ارعابه، توانایی سرکوب و توانایی نگه داشتن نظم. این هم به صورت به طرف خارج هم به طرف داخل، به طرف خارجش از طریق داشتن ارتش یا نیروهای نظامی که به سمت بیرونن، داخلش به در مورد مثلا نیروهای انتظامی ماننده که در واقع و نیروهای اطلاعاتی که در واقع امنیت رو نگه می‌دارن. یه طبقه بالاتر از اون ولی کمتر در واقع حساس، توانایی مدیریت کشوره، یعنی توانایی گرداندن اقتصادی اجتماعی یک کشوره. و یک طبقه بالاتر از اون میاد قضیه مشروعیت قرار میگیره.
بنابراین شما یک امارت رو در نظر بگیرید، یک هرم رو که پایه هرم قدرت ارعابه. تمام کشورهای دیکتاتوری معمولا بیشترین سرمایه گذاریشون رو این پایه هرم میکنن. لول دو که کشوری که یک کم پیشرفته تر از اونایی که دیکتاتوری هستن ولی یا قدرت ارعاب رو دارن ولی از اون طرف قدرت گرداندن اقتصادی کشور رو هم دارن، این میشه کشوری مثل چین یا مثل سنگاپور که در واقع دموکراسی ندارن ولی هم قدرت ارعاب دارن و همین که از لحاظ مثلا مدیریتی کارآمدن. و بعد قسمت سومش میشه کشوری که کشور دموکراتیک ترن و اونا کشورهایی که مشروعیت دارن در درون خودشون، یعنی هم مشروعیت دارن، حالا بعض و هم مشروعیت دارن، هم امیدواریم که توانایی گردوندن کشور داشته باشن، همین که در واقع توانایی ارعاب رو دارن. هرچی مشروعیت بیشتر باشه نیاز به ارعاب کم میشه و هرچی مشروعیت بیشتر باشه معمولا اینکه توانایی مدیریت کردن کشور هم بالاتر میره، به خاطر اینکه آدم میتونه در واقع آدمای بهتری رو جذب بکنه برای مدیریت کشور. بنابراین کشوری که در حالا فرض کنیم مثلا کشوری مثل سوریه یا مثل ایران که طی یک سری تحولات مشروعیت از دست میده، توانایی گردوندن کشور رو هم از دست میده، مجبور فقط با ارعاب کشور رو بچرخونه، معمولا این خیلی پایدار نیست، در طول مدت خیلی بد میخوره زمین. راه خروج یه همچین کشوری از این بحران اینه که بیا دوباره لول دوم رو، اگه مشروعیت رو نمیخواد ایجاد کنه و دموکراسی نمیخواد ایجاد کنه، لول دوم رو که توانایی گرداندن کشور رو اضافه بکنه، یعنی بهبود مدیریت در واقع. آره، مثلا اگه جمهوری اسلامی الان میخواست باز بمونه، یکی از راهاش این بودش که یک نفر آدم تکنوکرات رو برداره بیاره به غربی ها بگه آقا میدونین چیه، شما ما نمیدونم غنی سازیمون اینجوری میکنیم، شما بگید ما خیلی کارمون درسته و بعد ما میتونیم در واقع شروع کنیم یک رابطه تجاری خیلی خوب با کشورهای دیگه ایجاد بکنیم ولی دموکراسی رو ایجاد نکنیم. و این 90% مردم رو احتمالاً تو کشوری مثل ایران راضی نگه می‌داشت، یعنی تا حداقل تا یه زمان طولانی‌تری، یعنی اگر معاش مشکل نبود، اگر نمیدونم که گوشت کیلویی 28,000 تومان نبود که دیگه ترمن غیر ممکنه، یعنی کیلویی در واقع 14 دلار در حال حاضر که یه چیز خیلی اساسی، یه گوشت خیلی پایه، این توان دو برابر قیمت گوشت در آمریکاست، این اگه اینا نبود ممکن بود که پایداری یک نظام خیلی بیشتر باشه. ولی این نظام در واقع داره هم عملکردی میکنه، مثلا ما وقتی میخوایم مدل بکنیم که شاید مثل جمهوری اسلامی رو نمی‌بینیم، داره هم عملکردی میکنه که مشروعیت خودش رو از بین میبره، هم عملکردی میکنه که از اون طرف فشار اقتصادی بهش میاد، یعنی تعامل نمیکنه با دولت‌های دیگه دنیا به صورتی که مثلا تحریم و اینا نشه، و از اون طرف هم مقدار از این سوء استفاده داخلی و اینجور چیزا انجام میشه، و بعد از اون طرف دیگه فقط همش میمونه به قضیه ایران و قضیه اینکه چطور بتونه خودش رو پایدار نگه داره. علی جان، دکتر مستشاری ببخشید، با اجازه شما ما الان به پخش اخبار رسیدیم، بعد از چند دقیقه دو مرتبه با شما خواهیم بود. 100%. مرسی. علاقمندان به اشیاء و لوازم عتیق و آنتیک، توجه بفرمایید، حراجی بی‌نظیر از مجموعه‌ای نفیس و متنوع از مبلمان و تاپستری، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز عاج، آلات موسیقی، شمعدان و لوس، ساعت‌های رومیزی و دیواری، گلدان، میز و صندلی‌های آنتیک و بسیاری لوازم دیگر با قدمت چند صد ساله در شهر اورنج برگزار می‌گردد. شنبه 3 مارچ 2012 مشکل پسندان و علاقمندان به این حراج بی‌نظیر می‌توانند با مراجعه به سایت‌های liveauctioneers.com و donpriestleyauction.com اطلاعات لازم را کسب نموده و یا با تلفن 714-633-2437 تماس بگیرند. این اشیا برای بازدید علاقمندان در محل حراج هر روزه از 9 صبح تا 10 شب آماده می باشند. آدرس 1319 West Castle Avenue, Orange, California. نوروز با فریدون فرهندوز. به نوروز نو شاه گیتی فروز، بران تخت بنشست فیروز روز. بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، بماند از چون این خسروی یادگار. صدای آشنای دیرین، صدای روزگار شیرین،
صدای همیشگی سفره‌های هفت سین فریدون فرهندوز در آلبوم نوروز. ما ملت ایرانیم، چه در وطن چه در غربت، یک خاک، یک سرزمین، یک ملت، و نوروز فصل مشترک ماست. نوروز هویت است، نوروز ایرانی بودن است، نوروز ایران است. امسال نوروز را به هم عیدی دهیم. هر جای جهان هستید، گوش سپردن به جنگ نوروز را درست یک ساعت پیش از تحویل سال به وقت محلی آغاز کنید تا فرارسیدن سال نو را با هم و در کنار هم جشن بگیریم. تولیدی از فیلم اکس میدیا. 818-988-44-22. نوروز. تهران، شهرستان، موبایل، فقط دقیقه 5.5 سن. راحت، سریع، مطمئن، بدون قطعی، کیفیتی عالی، کم هزینه و مطمئن. تماس با سایر نقاط دنیا با سرویس پلانت آنلاین. تهران، شهرستان، موبایل، فقط دقیقه 5.5 سن. تهران، شهرستان، موبایل، فقط دقیقه 5.5 سنت. تلفن تماس 877-447-4726. خانم ها آقایان، به بخش دوم و پایانی برنامه نگره در گستره دانش و خرد خوش آمدید. در خدمت آقای دکتر علی مستشاری، استاد دانشگاه و متخصص سیستم های فنی اجتماعی و سیستم های پیچیده در شرق آمریکا هستیم. بحث بسیار جالبی رو با ایشون امروز در میان گذاشتیم در مورد مدل سازی در سیستم های اجتماعی پیچیده که ادامه بحث رو با ایشون دنبال میکنیم. دکتر مستشاری خوش آمدید به بخش دوم. ممنونم که صبور بودید تا ما به آگهی ها بریم و برگردیم. نه حتما. خب بحث بسیار مهمی رو مطرح کردید، مسئله تفاوت سیستم های مختلف کشورداری در واقع، تا بالاخره برسیم به این که شما گفتید که حتی یکی از بهترین کارهایی که این سیستم میتونست انجام بده در حال حاضر این بود که حداقل برگرده یک قدم به عقب و به سمت دموکراسی نره، اما بتونه مدیریت کشور رو ارتقا بده. خب چه چیزی مانع از این میشه که این کار عقلانی رو انجام نده به نظر شما دکتر مستشاری؟ فکر کنم عناصری که تو این در واقع کاری که یه ساختار چیز انجام میده، یه ساختار در واقع مثلا ساختار رژیم‌های مختلف سیاسی، یه سریشون از اول سیستم‌های خیلی تمرکزگرای بیشتری داشتن. مثلا کره شمالی از اول یه دونه رهبر داشته، یه شورای مثلا 20 نفره در واقع نظامی بوده و اونا در واقع کشور اداره می‌کردن. توی کشوری مثل ایرانی هیچ وقت اتفاق نیفتاده بوده، الان داره بیشتر به اون سمت میره. قبلا یک اجماع خیلی اساسی توسط عناصر خیلی خیلی متفاوت و متنوعی وجود داشته، ترزیدی نهاد وجود داشته، این بند نهادها همدیگر رو یه جوری توازن می‌بخشیدن. ما مثلا کشوری مثل ایران همون مجمع تشخیص مصلحت نظام از یه طرف داشتیم، مجلس از یه طرف دیگه داشتیم، در واقع چیز رو قوه قضاییه یک کمی اون برتر بوده. همه اینا با هم دیگه، با وجود اینکه همه به ساختار یک نظام اسلامی اعتقاد داشتن، و این تعداد آدم هایی که از این نظام همیشه منفعت می بردن اونقدر زیاد بوده که توشون این تفاوت سلیقه وجود داشته و یه مقدار خردگرایی این تنوع آدم ها در سیستم ایجاد کرده. این نیست سیستم بعد از اینکه اصلاح طلبا رو مثلا حذف کرد در درون خودش، مثلا ما خواستیم مدل بکنیم اینا، این خیلی مدل ساده ریاضیه که این اول شروع میکنه
اون چیزی که بیشترین تفاوت و اختلاف پتانسیل با خودش داره از لحاظ هدف و ابجکتیو، پارامتر ابجکتیو رو در نظر بگیریم، تمام عناصری رو که تفاوت ابجکتیو دارن رو شروع می‌کنه به حذف کردن و بعد اون وقت گرادیان شروع می‌کنه، گرادیان بین خود در درون این ساختار همش انقدر زیاد میشه که دیگه چیزی نمیمونه توی اون مجموعه. در واقع اون هسته اصلی که باقی میمونه خیلی هسته محدودتری میشه. وقتی نگه داشتن کشور و اون هسته محدودتر کار دشوارتریه و وقتی که اون کارو بعد انجام بدی دوباره بعد خب با خشونت بیشتر و زور بیشتر این کار آدم انجام بده، به جای اینکه قبلا شاید با زور خیلی کمتر این کار میتونست انجام بشه. و این قابل مدل کردنه، مثلا از لحاظ ریاضی و از لحاظ محاسباتی این به راحتی این دینامیک قابل نشون دادنه. یه چیزی هم هستش که در اتفاقات در زمانه خیلی زیادی اتفاق افتاده. شما نمیدونم مثلا دقت کردین که یه چیزی هست آدم در واقع به عنوان الگو میبینه تو سیستم اجتماعی تکرار میشه. مثلا در انقلاب روسیه که مثلا جورج اورول، حالا یه دونه از کتابایی که نوشت مسئله قلعه حیوانات، به این مسئله برمیگشت، اینه که در واقع هر انقلابی فرزندان خودش رو میخوره. مثلا یه دونه عکس بوده که مثلا در نشون میداده آقای لنین با استالین و تروتسکی و مثلا 5 تا آدم دیگه بودن داشته با هم تنسا خرنیش رو میکرده و بعد در زمان استالین هم تو تیکه تیکه این آدم ها روتوش میشن و هست میشن، به طوری که تنها کسی که تو اون عکس میمونه آقای لنین به اضافه آقای استالین. حالا همین اتفاق خیلی جالب سر همین قضیه 22 بهمن امسال افتاده بود در مورد ایران که کسانی که از پله میومدن پایین از پله هواپیما با آقای خمینی، خب آقای قطب‌زاده بود اون من نمیدونم، آقای بنی صدر بودن، آقای بنی صدر بود، آقای مطهری بود، اینا بود، همه اینا حذف شده بودن تقریبا. یعنی دیگه حالا بعضی از دوستان شوخی میکردن و یه عکس گذاشته بودن که توش مثلا آدمای جدیدی یواش یواش ممکنه مثلا یه آدم جدیدی هم اونجا اضافه بکنن که قبلا نبوده. و خب این نکته جالبیه در مورد اینکه شما اگه نگاه بکنین الان در واقع آخرین فردی که در کنار آقای خامنه ای در اول انقلاب توی قسمت مدیریتی و مدیریت اجرایی کشور بوده آقای رفسنجانی بوده که اونم حذف شده. یعنی فقط آقای خامنه ای الان مونده از اون مجموعه و دیگه کسی دیگه نمونده. بعد اون نکته بنابراین نکتهش اینه که از اگه می‌خواستیم اینو مدل کنیم دوباره از مدل سیستم اجتماعی، این مسئله است که این اکیلیبریومی که به سمتش این سیستم حرکت کرده ولی میتونست اکیلیبریوم دیگه داشته باشه، مجبور نیست این نظام به اون چارچوب بره. یعنی میتونست اتفاقا فرض کنید اگر در زمان آقای خاتمی این اجازه داده بودن، اینا ممکن بود که بتونن با یک مثلا موج سینوسی هی یه سری اصلاح طلب بیارن، یه سری آدم اقتدارگرا ولی مدیر بیارن، دوباره اصلاح طلب، دوباره مدیر، دوباره اصلاح طلب، و میتونست حالت نوسانی داشته باشه به جای یه دونه حالت حذفی. و این رفتار هم تو دینامیک حذفی در صورتی که میتونست دینامیک نوسانی داشته باشه. دکتر مستشاری، میخوام یه مقدار بحث رو عوض کنم ولی به خاطر اینکه به شرایط روز ایران برمیگرده، در حالت در این جبه متشنجی که متشنج بین المللی که وجود داره، من نمیخوام اینجا اصلا ما بحث اخلاقی نمیخوایم بکنیم، بحث اخلاقی نیست، حالا بعداً اگه خواستیم شما میتونید نظر بدید. بله، فرض کنید در مورد مسئله تحریم، من میخوام از زیر سیستم به این نگاه بکنیم. بله، آیا این درسته که مثلا ما کشورها رو با هم مقایسه بکنیم و بگیم که این کشور نتیجه داده بهش مسئله تحریم، در اون کشور نداده، و یا در کشور همسایه ایران ضایعات به این بزرگی به وجود آورده بود تحریم؟ آیا اصولا درسته که به طور کلی، من از نظر سیستم دارم میگم، گفتم بحث اخلاقی نداریم، بعدا اگه دوست داشتید شما آقای دکتر خودتون میتونید نظر اخلاقی خودتون راجع به این مسئله بدید، ولی حرف من اینه که آیا میشه از یک سیستمی که به حال خصوصیات خودشو داشته و شما هم گفتید که چقدر پیچیدگی داره، نتیجه گرفت که یک کاری که در مورد اون سیستم جواب داده یا نداده در مورد یک سیستم دیگه اون وقت جواب بده و یا نده؟ سخته، یک شهودی میشه پیدا کرد ازش ولی نه، به خاطر اینکه مثلا فرض کنیم حالا شما مثلا چون مسئله عراق آدم بخواد در نظر بگیره، ساختار قومیتی عراق متفاوته، ساختار سیاسی عراق همیشه متفاوت بوده، خیلی خیلی با ایران متفاوته. ایران خیلی کشور متنوعیه و تعداد در واقع گروه های سهیم در قدرت در ایران خیلی خیلی بیشترن از اون چیزی که در گذشته بوده، و فشار آوردن به گروه های سهیم یکی از راه‌هایی که میشه باهاش حکومت‌ها رو تحت فشار قرار داد. اگر تعداد آدم‌های سر سفره تو جایی مثل عراق مثلا فرض کنیم 5 نفر بوده، هر چقدر شما تحریم می‌کردین، اول بعد اون 30 میلیون نفر عراقی قربانی می‌شدن، بعد میماده دوباره یه درجه اون بعد دوباره همینطوری میماده تا زمانی که به صدام برسه و گروهش خیلی طول می‌کشیده.
اگر شما یک کشوری داشته باشین که مبناش بر این باشه که مثلا واقعا نزدیک 10 میلیون نفر از کسانی که تو اون کشور زندگی میکنن از وجود یک نظام سود اقتصادی ببرن که این مثلا مورد ایران هست، اثر تحریم زودتر شروع میکنه خودشو نشون دادن و فشار سریعتری به رژیم میاره. این فارغ از قسمت اخلاقیشه. واقعیتش اینه که از لحاظ قسمت اخلاقی با وجود اینکه تحریم در مورد کشوری مثل ایران، مخصوصا اینجوری که الان دارن تحریم میکنن، چون قبلا تحریم وجود داشت و تحریم اینا نصف نیمه بود، فقط به مردم آسیب میزد، هیچ تأثیری هم امکان نداشت داشته باشه. اینجوری که الان دارن امکان پذیری خرید خارجی رو قطع میکنن و خیلی از چیزهای دیگه، احتمال اینکه در واقع فشار خیلی خیلی اساسی به رژیم بیاد خیلی بالاست. منتها اشکالش سر اینه، اون وقت قسمت اخلاقیش وارد میشه که قابل توجیه نیست این فشار اومدن از دید شخص من به مردم ایران. یعنی میزان فشار طول خواهد کشید تا این بخواد همچین چیزی جواب بده. بدون شک دولت، اصلا هر کسی که به شما بگه تحریم ها رو دولت تاثیر نداره، رو مردم فقط تاثیر داره، کاملا اشتباه میکنه. تحریم ها رو مردم تاثیر مرگبار داره، ولی رو دولت هم بسیار بسیار تاثیر داره. چیزی که قابل قبول نیست، در واقع شاید از دید من قابل قبول نیست، اینه که تحریم های انجام بشه که مردم رو در هم بشکنه و جامعه سقوط کنه، نه یک ساختار سیاسی. ببینین الان تحریم سیاسی، تحریم اقتصادی ایران به جایی خواهد رسید که ساختار جامعه سقوط خواهد کرد و دولت روی اون ساختار جامعه سقوط میکنه. یعنی الان فروپاشی نظام سیاسی رو ما در مورد صحبت نمی کنیم، ما در مورد فروپاشی یک کشور و نظام اجتماعیش داریم صحبت میکنیم و تاثیرات اینا میتونه خیلی خیلی اساسی باشه. در واقع بسیار مرگبارتره میتونه خیلی مرگبار باشه، به خاطر اینکه بعد از اون دیگه هیچ دولتی نمیتونه بر اون جامعه بیاد و اون جامعه رو بسازه. و یه چیزیه که کسانی که در واقع تحت تحریم هستن این قسمت رو نادیده میگیرن. یک سری تحریم ها میشه باشه، یه چیزی واقعا باید در نظر گرفت. من میخوام قسمت علمی رو از قسمت اخلاقی جدا بکنم. از لحاظ قسمت علمی میشه. حالا من آقای دکتر ازتون میخوام که یک بار دیگه از نظر علمی بگید چیه و بعد اون وقت وارد مسئله اخلاقیش بشید. آره، ولی من میخوام مطمئن بشم، چون خیلی وقتا هستش که آدم این قسمت علمیه رو میگه و این تو ذهن مردم قسمت علمیه میمونه و میگن خب پس این آدم طرفدار تحریمه. من به وجودی که به نظر میاد قسمت اخلاقی خیلی مهمتر از قسمت علمی از دید من، به خاطر اینکه علمی خیلی بدون توجه به رنج انسانی نگاه میکنه به دنیا و اون خیلی نمیشه واقعا روش چیز کرد. یعنی علمی که اخلاق رو در نظر نگیره به نظر من یکم مشکله. من قضاوت ارزشی رو نمیگم، ولی اخلاق رو. بله. یعنی مسئله زندگی بشر یه چیز خیلی خیلی مهمیه و قابل گذشتن. احتمالا تنها چیز مقدسی است که به هر حال ما بهش باور داریم. حالا حداقل من، برای من یکی از تنها مقدس ترین چیز، تنها چیز مقدسی که وجود داره. نکته که وجود داره این مسئله است که سناریوهای وجود داره که کسانی که براشون مهم نباشه هزینه ای که برای فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی هست، من میتونم به شما تقریبا با قطعیت چیز کنم، با ساختار جمهوری اسلامی که متفاوته با ساختار عراق یا با ساختار جای دیگه، با ساختار جمهوری اسلامی که بر مبنای مصرف قرار داره. ببینید جامعه مصرفی ایران اصلا با جامعه عراق که جامعه سوسیالیستی بود اصلا قابل مقایسه نیست. دقیقا. تعداد آدم هایی که دارن از این قضیه سود میکنن مقدار عظیمیشون حکومتی نیستن، بازاری ان، کسانی ان که مهندسن، کار کسانی ان که آدمای حرفه‌ای هستن، از کنترات های دولتی دارن بهره میبرن. مقدار زیادی آدم در ایران دارن به خاطر پول نفت و به خاطر توزیع پول نفت، نه به کل جامعه ولی به مثلا حدوداً یک ششم یک هفتم جامعه، دارن بهره میبرن. این تعدادش از جاهای دیگه خیلی خیلی بیشتره و ثانیه‌ای که شروع بکنه به تحریم، به فشار آوردن، اینها با هم دیگه به رقابت برخواهند خواست برای اینکه بتونن هنوز منافع خودشون رو تضمین کنن. اون رقابت داخلی، اون فشار داخلی، اون تنش‌های داخلیه که باعث خواهد شد که در درون خود این نظام اونقدر تزلزل و جنگ و دعوا اتفاق بیفته که در واقع خود ساختار خودش رو از بین ببره یا مقدار از این تحت فشار قرار بگیره یا مجبور بشه که سازش بکنه. یه چیزی که این در مورد قسمت علمیشه. در مورد قسمت عملیش واقعیتش اینه که نظام هایی که دارن این تحریم ها رو الان اعمال میکنن هیچ علاقه ای به سعادت مردم ایران به طور واقعی ندارن. یعنی مسلما اونا دنبال منافع خودشونن و به خاطر همینم هدفشون هم هیچ، واقعا هیچ گونه نگرانی از تحت فشار دادن مردم ایران ندارن. و این قسمتیه که آدم رو در واقع به مخالفت با این تحریم ها، کسان که میگن تحریم کار بدی است به طور مطلق، حرف غیر علمی میزنن. باید دید که تحریم با چه هدفی، توسط چه کسانی، با چه مکانیزمایی و با چه معیارهایی داره انجام میشه.
چه مدت قرار یک تحریم باشه. تحریم طولانی مدت بی‌معناست. اینه اگه شما طولانی مدت هر سیستمی خودش رو ادپت میکنه. تحریم فقط زمانی مؤثره که شوک وارد کنه و اون شوک باعث فروپاشی بشه. در غیر این صورت اگه تحریم بخواد 5 سال 10 سال ادامه پیدا کنه، جوری که اینا بر عراق کردن، فقط نابود میکنه ساختار اجتماعی رو. در واقع این هم یه چیزیه که باز دوباره قابل مدل کردنه، به خاطر اینکه هر سیستم پیچیده خود یه سیستم سلف ادپتیوه و خودش رو تطبیق میده با شرایط جدیدش. اون میشه شرایط روزش، زمانی یه سیستم میپاشه که شوکی که بهش وارد میشه بر انعطاف پذیریش غلبه بکنه و بتونه بشکنه ساختار رو. فقط اون چارچوب. بنابراین فقط نکته من اینه که باید قسمت اخلاقی رو از قسمت عینی نمیشه جدا کرد. هدف دولت هایی که دارن تحریم رو بر ایران اعمال میکنن واقعا آزادی مردم ایران نیست. ناراحت نمیشن از آزادی مردم ایران، اینم نکته مهمیه ها. بله، ما باید خط وسط رو بگیریم در واقع، چون یه دم فکر میکنن که آمریکایی‌ها از دموکراسی در ایران ناراحت نمیشن، ولی هدفشون اون نیست. خب دقیقا به نظر من نکته همینه دکتر مستشاری که اشاره میکنین، که ما بتونیم این تشخیص رو بدیم که در حال حاضر ما اون خط میانه رو میخواییم بگیریم. به خاطر اینکه خط میانه به چه معنا؟ به این معنا که نه الزاماً ما فقط یک ذهنیت ضد غربی داشته باشیم و یک سیستم واکنشی و انفعالی نسبت به هر حرکتی که غرب کرد بگیم حرکت غلطیه، و نه این که فکر کنیم هر حرکتی هم که غرب داره میکنه الزاماً به نفع منافع ملی ماست. درنچه واقعیتش اینه که ما باید بیایم رسم بکنیم، ببینیم حرکت‌های اینا رو که به هر حال تحریم اینا رو که ما نمیتونیم نه به من و نه به شما بر نمیگره که اینا کیو تحریم میکنن. یعنی اس از دوستان میشینن بحث میکنن در حیطه سیاسی ایران که تحریم خوب است یا بد است، مثل اینکه سر میز نشستن و اونا در قدرت تحریم کردنن. اینو که اصلا هیچکدوم از ما این قدرت رو نداریم، نه در واقع مقابله با تحریم به طور فعال جواب میده، هیچ وقت با نداده. دو فله بزرگ غربی تصمیم خودشون میگیرن، هیچ ربطی هم به من و شما واقعا نداره. میشه رفت تظاهرات کردن، همین کارا برای عراق کردن و عراق رو هم به هر حال تحریم کردن و بدبخت شد. دیگه از تظاهرات 1 میلیون نفری ضد تحریم عراق و ضد جنگ عراق و اینا بزرگتر نمیشد باشه مقابله در مثلا اینکه در آمریکا صورت گرفت. ولی نکته اصلیش اینه که باید هر گونه از دید من مسئله غرب‌ستیزی، مسئله ضد امپریالیست بودن، زد مسئله اینجور چیزا، این چیزاییه که کودکانه است تو این چارچوب که خب آقای احمدی نژاد هم ضد امپریالیست، آقای احمدی نژاد هم ضد غربه، این ضد غرب بودن چیز خوبی نمیکنه. نکته اینه که در هر شرایطی هر کشوری، غرب، شرق، شمال، جنوب، در خلاف منافع ملی ایران حرکت کرد، ما باید مقابلش وایسیم. در هر جایی که عمل کردش در راستای منافع ملی ایران بود، چه نیتش باشه چه نیتش نباشه، در کنارش وایسیم. و در کنار وایسادن و در مقابل وایسادن اصلا مانند تو جمع نیستن. یعنی میشه در هر جایی میشه در کنارشون وایساد تا جایی که منافع ملی ایران رو تحت ضربه قرار میدن و بعد در مقابلشون وایساد. و باید این کارو کرد. سیاه‌سفید برخورد کردن خیلی کار دشواریه. دلیلش اینه که توی دنیایی که خیلی پیچیده است واقعا این سیاه‌سفیدی کمکی نمی‌کنه. اون وقت همون اشتباهی پیش میاد که تمام کسانی که روشنفکران ایرانی که ضد امپریالیست بودن با تهجر مذهبی ایرانی که ضد امپریالیست بود یک اتحادی رو ایجاد کرد که اون اتحاد شاید به ناکامی جنبش دموکراتیک ایران انجامید. به هر حال من فکر می‌کنم دکتر مستشاری واکنشی عمل کردن ضد امپریالیستی دقیقاً در جهت منافع امپریالیستی، یعنی کاملا نکتهش در اینه که اگر ما باید اونقدر به خودمون اطمینان داشته باشیم که ما میتونیم در هر زمانی بدون اینکه تحت تابعیت یک نیروی غربی قرار بگیریم میتونیم از اونها استفاده بکنیم برای اینکه به اهداف خودمون برسیم، تو چارچوبی منتها که اهداف شخصی، یعنی که از نگرانی ها در مورد حالا شاید نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی اینه که خیلی از کسانی که تو اینجا هستن برای رسیدن به قدرت خودشون ممکنه منافع ملی ایران رو به خطر بندازن. در واقع نگرانی از اونه بیش از این که از چیزی دیگه ای باشه. من متاسفانه چیزی که در اپوزیسیون ایرانی میبینم که اذیت کننده است یا نگران کننده است اینه که خیلی از لحاظ ماهیتی خیلی وقتا به خود جمهوری اسلامی تفاوتی ندارن، فقط قدرت دستشون نیست. ولی نکتهش اینه که در واقع افرادی که شاید دلشون برای کشور میسوزه باید با دقت بیشتری کلا به تمامی سیاست‌ها نگاه بکنن، به مسائل تحریمی هر چیز دیگری. من نگرانیم در مورد تحریم اینه که آسیبی که میرسونه آسیبیه که نظام جمهوری اسلامی رو ناپایدار نمی‌کنه، کشور ایران رو، جامعه ایران ناپایدار می‌کنه. خیلی ممنونم دکتر مستشاری، بحث بسیار خوبی رو انجام دادید. من میخوام ازتون تقاضا کنم با توجه به شرایط خاص میهنمون
در حال حاضر راجع به این مسئله بیشتر با هم صحبت کنیم. من فکر می‌کنم اون مسئله‌ای که شما دارید بهش اشاره می‌کنید بیش از هر چیزی برمیگرده به کار بردن عقلانیت مدرن که سال‌هاست رخت بربسته، چه در میان پوزیسیون چه در میان اپوزیسیون. بنابراین وجود چنین صحبت‌هایی می‌تونه حداقل یک نوع روشنگری رو بکنه برای مردمی که ما اعتقاد داریم باید همیشه به مسئله آراء عمومی مردم توجه بیشتری رو کرد. دکتر مستشاری، اگر که در یک دقیقه پایانی مطلب خاصی هست که عنوان بکنید لطف کنید بفرمایید و بعد به اتفاق از خدمت بینندگان مرخص میشیم. من بیشتر بحثم تو این جلسه در واقع مثال زدیم و مثال‌ها به ایران برگشته و چیز دیگه، بحث ما بحث سیاسی بیشتر نیست که بحث تحلیل سیستم‌های اجتماعی سیاسی هست. برای کسانی که علاقه بیشتری به این قضیه دارن میتونن تو جستجوگر گوگل یا جای دیگه جستجو بدن برای سوشال سیستمز مدلینگ یا کامپیوتیشنال سوشال ساینس، میتونن این در واقع براش جستجو بدن و در واقع منابع بیشتری در این مورد رو پیدا بکنن. چیزی که مهم هست که واقعا ما بهش دقت بکنیم اینه که خیلی وقتا سیستم‌های اجتماعی رو ما بر اساس واقعا فقط نظام ارزشی خودمون یا بر اساس دیدگاه‌های شخصی خودمون می‌خوایم تحلیل بکنیم، در صورتی که خیلی وقتا به صورت توصیفی برخورد کردن به ما دانش بیشتری رو میده برای تحلیل بهتر و درک بهتر. و سیستم‌های اجتماعی خیلی کمتر سیاه و سفید هستن، چه آدم‌هایی که درونشون دخالت دارن چه خود سیستم اجتماعی. بنابراین این خشم علیه یک آدم یا یک آدم دیگه یا دوست داشتن یک آدم دیگه خیلی وقتا توی سیستم اجتماعی معنادار نیست، بلکه باید سیستم رو به طور خود کلی درک کنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر، خوشحال میشم اگر که شما مطالبی که گفتید بعضیاشون رو در صفحه فیسبوک نگره بگذارید که دوستان بتونن به اونجا مراجعه کنن و مطالب رو از اونجا دریافت بکنن. خانم آقایان، از این که لطف کردید این روز رو که به هر حال بیشتر دوستان منتظر نتایج اسکار هستن رو با ما گذرونید، در برنامه نگره بودید، ممنونم ازتون، سپاسگزارم، به خصوص در غیاب همکار گرامی هم خانم دکتر فوجان زینی که در سمینار بودن. من متاسفانه به علت این که در هفته آینده در برنامه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در دانشگاه استنفورد هستم نمیتونم در برنامه هفته آینده حضور داشته باشم، اما خانم دکتر فوجان زینی با مهمانان گرامی در مورد مبحث بسیار مهمی با شما گفتگو خواهند کرد. تا برنامه هفته آینده به درود میگم و آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم.